رسولان یک حرف دارن، این است که جنس قوانین نباید جزمندیشانه و مطلق انگارانه باشه. یعنی خدایی بودن یک قوانین به شکل شرافت انسانی و اخلاقیشه، نه به شکل اینکه من بگم این خود این قوانین خدا دوست دارن، به شکل اینکه برازنده یک انسان باشه. وقتی من میگم قوانین خدا دوست دارن، هیچ کاری هم نمیشه کرد. از همینجا هم عمل و عکس العمل قوانین رو تو اشتباه فراموش میکنم و هم ذات بشری خودم رو کتمان میکنم و هم تمامی فطرت و عقل و خرد خودم رو میذارم کنار. شما بسیاری از مواقع میاید مثلا فرض کنید یه بچه رو میبرید دادگاه، یه زنی رو میبرید داره خون گریه میکنه، همه درد اونجا هست، ولی چون طرف تو اندیشهش یک جور ذهنیت مالکیت هست، اصلا این ذهنیت رو نمیخواد ترک کنه. ببینید یک جمله‌ای باید توی مملکت حل شه و در درون تک تک ما، از مادر بزرگان گرفته تا آدمای روشنبین و روشنفکر، حل شه. رسولان خدا جبری رو به بشر تحمیل نمی کنن که باعث شأن بشر خورد شه و نابود شه. رسولان خدا همه انسان ها رو، زن، مرد، کودک، پیر، جوان، سن کم، سن زیاد، بالغ، نوجوان، همه رو در مقابل خداوند یکی میبینن. بعضی اوقات بعضی بزرگوارات میان میگن خدا یکیست. آقا خدا یکیست، یکی باشد، اما تجلی توحید خداوند در یکی شدن ماست. وقتی توی یک خانه زن با شوهرش یکی نیست، توحید اون خونه میلنگه. وقتی توی جامعه شما صورت یه زن شکسته میبینید و سراسیمه و بیپناه میبینید، توحید اون جامعه مشکل داره. وقتی از یه زنی که آسیب دیده میپرسن سنی، شیعی، ایرانی، افغانی، توحید اون مملکت مشکل داره. بستر این نیست که خدا تو آسمون یکیه، بستر این که ما باید توی زمین با هم یکی بشیم تا توحید متجلی بشه. آزاداندیشی که پیامبران میدن، میگن انسان مالکش خداست، تا ما از این مالکیت و از این جلال و شکوهی که از خداوند میگیریم با به یک هویت بزرگ برسیم. من از آن خدا هستم، من وجودم مال خداوندم.